Акай Сабур кто? О! А? Сейчас он мне цепит. Кто Акай Сабур? Не ты? Акай Сабур. Давай. این افسران پلیس روسیه در یکی از انبارهای میوه و سبزیجات در شهر مسکو با بهانه جستجویی به گفتهشان اکی صبور صدها مهاجر را لتکوب میکنند و اذیت میدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه هفته روان از انجام عملیات نیلگل 2024 گزارش داد. اما به نظر می رسد که رید نیروهای امنیتی همراه نمایندگان حرکت ملتگرایانه روسکای آبشینا یا جمعیت روسها همانا در شهر و ناحیه های این کشور ادامه دارد. مهاجران کاری میگویند تفتیش در خوابگاه های آنها در پایتخت روسیه به طور گسترده و با یک بی‌رحمی مخصوص گذرانده می شود. از جمله در عکس و نوارهایی که دسترس رادیوی آزاد شد در بدن مهاجران تاجیک آثار کلتک کاری و لتوکوب دیده می شود. نمیدونیم چیکار کنیم. دکومنتو 100% رگیستراسیا گراژدانسوا و دامی گراژدانسوا دور یک از دستکاری خواه به هیچی پروست اومدن در اومدن اروژیو خاتی پارون پارون خدن ترسوندن و دامور پروست اومدن زدن رفت کنیم. این هم در حال است که به گفته جبر دیده ها همه سندهای بود و باش و کاری آنها در روسیه قانونی بوده برخی هم شهروندی این کشور را گرفتند. به نقل یکی از مصاحبان ما رید در نصف شب آغاز یافته مهاجران را تا نصف روزی با شکم در روی فرش خوابانده و اجازت بلند شدن را ندادند. فشار به مهاجران کاری به خصوص شهروندان تاجیکستان در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس بیشتر شد. حالا بازداشت و حبس، اخراج و استرداد و حالتهای فراوان پایمالکنی حقوق انسان از مشکلات رقمی یکی مهاجران تاجیک در روسیه است. رئیس دومه دولتی روسیه روز سه‌شنبه در تلگرام نوشت که از آغاز سال 2024 در این کشور 13 قانون محدود کننده مربوط به مهاجران قبول کرده شده است. در این بین روز 14 نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با لئونید سلوتسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه راه‌های خلاص شدن از مهاجران به گفته آنها بی‌کسب را مطرح کرد. البته مردم سوال‌های دشوار از جمله مسئله مهاجران مهنتی را به میان می‌گذارند. ما با تشبث برآمدیم که آن را اکثر وکیلان از حزب روسیه واحد و دیگر همکارانمان دستگیری کردند، یعنی به مهاجران به اختصاص آوردن آیله‌های بزرگ خود منع کرده شود تا که منبع تشنج اجتماعی، نوبت پای در درمانگاه، رفتار دشوار کودکان مهاجر در مکتب‌ها و دیگر چیزهایی که به عرف و عادت‌های ما و پایه‌های جامعه ما موافقت نمی‌کنند وجود نداشته باشد. به نوشته پایگاه خبری وژنی استوری در 6 ماه سال جاری دادگاه‌های روسیه حکم راندن 86,000 مهاجر را صادر کردند. این از آمار سال 2022 بیشتر است. طبق اطلاع رسمی در نیمه اول سال جاری 17,000 شهروند تاجیکستان از روسیه بیرون کرده شدند.